با یاد و نام آفریدگار بزرگ با بخش دیگری از داستان‌های هزار و یک شب در خدمت شما عزیزان هستیم. قسمت دهم. و اما ای ملک جوانبخت، در دنباله عرایض دیشب معروض می‌دارم. راویان اخبار و ناقلان اقوال که از گذشته های دور و پیشینیان ما قصه ها آوردند، در مورد داستان عفریت و بازرگان بقیه ماجرای پیر فرزانه و غزال را اینگونه تعریف کردند. پیر فرزانه گفت: وقتی شبان رفت و گوساله ای را برای قربانی کردن آورد، آن گوساله چون کارد را در دست قصاب دید، طناب پاره کرد و در مقابل من خود را به خاک انداخت و ملتمسانه و گریان در برابرم بنای غلطیدن گذاشت. و من که به خاطرم بود وقتی از به خاک غلطیدن و التماس و گریه کردن گاو بی‌اعتنا گذشتم و کارد را به دست سلاخ دادم، چه زود به فاصله همان دو سه دقیقه تمام گوشت بدنش از غصه آب شد. دریغم آمد کارد بر حلق آن گوساله ملتمس و گریان گذاشته شود. لذا از قربانی کردن آن گوساله در آن روز صرف نظر کردم. به شبان گفتم او را به رمه برگردان و به حال خود بگذار. بلا فاصله همسر یا دخترمویم که کنارم ایستاده بود، نگران و مصرانه گفت: آخر چرا از کشتن این گوساله فربه که گوشت فراوانی هم دارد صرف نظر میکنی؟ اولا محال است که دیگر بتوانی گوساله‌ای به این پرواری پیدا کنی. در ثانی تا شبان برود و گاو یا گوساله دیگری بیابد و بیاورد، با توجه به اینکه فاصله رمه تا اینجا بسیار زیاد است، وقت می‌گذرد و ما در این روز از سنت قربانی کردن می‌مانیم. من از تو می‌خواهم که حتما همین الان یا خودت یا شبان سر این گوساله را ببرید. من که این همه اصرار را از دخترمویم دیدم و آن همه التماس و گریه را از گاو ذب شده و گوساله بلا تکلیف و مستحصل دیده بودم، با تحکم برای اولین بار سر همسرم فریاد کشیدم. حرف همین است که گفتم: برای اجرای مراسم سنتی امروز همان گاوی که سرش بریده شد کافی است. این گوساله باید دوباره به میان رمه برگردد. ما تا کنون هیچ سالی و در هیچ روزی دو حیوان را سر نبریده بودیم. و اما ای ملک جوانبخت، پیر فرزانه در ادامه داستانش برای عفریتی که می‌خواست جان مرد بازرگان را بگیرد گفت: اما بامداد روز بعد که هنوز از خواب بر نخواسته بودم، بر در اتاقم کوبیدند و گفتند که شبان به در سرای آمده و میگوید باید هم الان آقا و صاحب رمه را ببینم که کارم بسیار واجب است. من نیز هراسان از جا برخواستم و ترسی در دلم افتاد. ترس آن که مبادا در شب سرد که اتفاقا فصل زمستان هم بود، گرگ ها به رمه حمله کرده و گوسفند ها و گوساله ها را پاره پاره کرده باشند. به سرعت خود را به در سرای رساندم، اما برخلاف انتظارم شبان را با صورتی شاد و دلی پرخنده دیدم. با دیدن حالت شادمانه مرد شبان، ترس حمله گرگ به رمه از سرم بیرون رفت. ولی با اندکی تعجب و تغییر بسیار از شبان پرسیدم: برای چه این وقت صبح به سراغ من آمده ای؟ شبان اشاره کرد که می خواهد تنها و دور از بقیه با من صحبت کند و از در سرای خارج شدم و با او در طول کوچه به راه افتادم که شبان گفت: ای خواجه، مرا دختر جوانی در خانه است که این دختر در خردسالی از ساحری پیر جادوگری آموخته است. دیروز چون وقت گذشته بود، گوساله رسته از مرگ را با خود به خانه بردم تا صبح به رمه‌اش برگردانم و چون گوساله را همراه خود به حیاط بردم،
بلافاصله دخترم چهره خود را پوشاند و با اعتراض به من گفت که چرا بیخبر مرد بیگانه ای را وارد خانه ام کردم؟ و چون من با تعجب پرسیدم کجاست مرد بیگانه ای که او را نمی بینم، دخترم با دست اشاره به گوساله کرد و گفت آن مرد بیگانه که گفتم همین گوساله توی حیات است و او گوساله نیست، بلکه آدمیزاد است و پسر خواجه تو و صاحب رمه است که جادویش کردند و به شکل گوساله در آوردند. پیر فرزانه در ادامه تعریف ماجرای خود گفت به همراه شبان به خانه‌اش رفتم که باز هم گوساله با دیدن من خودش را جلوی پایم به خاک انداخت و سرش را به پایم مالید. در همین هنگام دختر مرد شبان از اتاق بیرون آمد و سلامی کرد و گفت ای خواجه، باید بدانید در زمانی که شما به قصد تجارت عازم سرزمین هندوستان شدید، فردای روز سفرتان همسر و دختر عموی حسود و بدقلب شما آن مادر و این پسر را با سحر و جادو تبدیل به گاو و گوساله نمود که سرنوشت گاو دیروز آن بود و عاقبت گوساله امروز این. در آن موقع با خواهش و گریه، در حالی که همچنان با مهری پدرانه دست بر سر و گردن گوساله می کشیدم، از دختر پرسیدم آیا تو قدرت باطل کردن این سحر را داری؟ که دختر چون پاسخ مثبت داد، گفتم در ازای آن 500 سکه به تو می بخشم. دختر در جوابم گفت طلا نمیخواهم، به جای آن وقتی سحر را باطل کردم و جادو را شکستم، مرا به عقد پسرت درآور و عروس خود گردان. با شنیدن این حرف من از شدت خوشحالی فریادی کشیدم و گفتم چه بهتر از این، من دیگر کجا میتوانم عروسی به لیاقت تو پیدا کنم؟ پس تعجیل کن که دیگر طاقتی برای من باقی نمانده است. دختر شبان رفت و کاسه گلین بزرگی آورد. سپس از صندوق خانه کوزه بیرون آورد که در آن را محکم با پارچه بسته بود. پارچه را از در کوزه برداشت و از آب آن کوزه کاسه را پر کرد و چندین بار دور کاسه پر شده از آب کوزه چرخید و وردهایی به افسون خواند و بر کاسه فوت کرد و چندین بار هم کاسه را دور گوساله که همچنان مشتاق و منتظر ایستاده بود چرخاند و آب آن را از سر تا پای گوساله پاشید. در یک چشم به هم زدن طلسم شکسته شد و فرزندم به شکل قبلی و حقیقی خود در آمد و هر دو به سوی هم دویدیم و یکدیگر را در آغوش گرفتیم که از شادی قهقه من به آسمان رفت و اشکهای شوق من به زمین ریخت و همچنان در آغوش هم. آری ای ملک جوانبخت، بعد از اینکه دقایقی پدر و پسر یکدیگر را در آغوش گرفتند و اشک شوق از دیده فشاندند، پدر گفت میخواهم از زبان خودت آن ماجرای دردناک را بشنوم و بعد بیندیشم که با این همسر حسود و جنایتکار چه کنم. که پسر همانچه را گذشته بود تمام و کمال برای وی تعریف کرد و چون پدر و پسر قصد خروج از خانه شبان کردند، دخترک سحر را باطل کرده بود جلو دوید و راه را بر آنان بست و پرسید کجا می روید؟ پدر جواب داد می رویم تا ابتدا ترتیب مراسم عقد و عروسی تو و پسرم را بدهم، که دختر شبان گفت این کار دیر نمی شود. اما لازم است به شما بگویم که تا قدرت جادوگری دخترمویتان باطل نشده، حتی جان شما هم نیز در خطر است و من اکنون به خاطر علاقه که به این جوان رشید پیدا کردم، حاضرم از فکر ازدواج با او بگذرم، به شرطی که شما کمکم کنید تا خطر را برای همیشه از پیش پای شما و فرزندتان بردارم. برداشتن خطر یعنی این که باید دخترمویتان جادو شود و به شکل جانوری درآید که دیگر از جانب او کسی و از جمله شما پدر و پسر تهدید نشوید. آیا همسر خود را به من میبخشید تا او را جادو کنم؟ که پدر پاسخ داد آری، اجازه این کار را به تو میدهم.